میهمان امروز ما به ما حقیقتا افتخار دادن که موافقت کردن از طریق سکایپ امروز با ما باشن. جناب آقای دکتر مریدی، دانشمند، فیزیکدان خبره، مهندس خبره، معلم و فعال جامعه هستند. ایشون نماینده محدوده ریچموند هیل در پارلمان استان آنتاریو هستند و بار اول در سال 2007 به این سمت انتخاب شدند و برای ترم دوم در سال 2011. در حال حاضر آقای دکتر معاون پارلمانی وزیر انرژی و معاون رئیس کمیته کابینه در کار و اقتصاد می باشند. قبل از انتخاب شدن به پارلمان آنتاریو، آقای دکتر مریدی معاون رئیس و دانشمند ارشد مؤسسه امنیت تابش‌های هسته‌ای کانادا بودند. ایشون جایزات و افتخارات متعددی دریافت کردند، از جمله جایزه آموزش و پرورش و ارتباطات از جامعه هسته‌ای کانادا و جایزه فلو اوارد از انجمن فیزیک بهداشت آمریکا. ببخشید لغت فلو رو هر چی سعی کردم ترجمه کنم نشد. شاید خود آقای دکتر بتونن بعداً در این مورد بهمون کمک کنن. ایشون در مؤسسات فیزیک و مهندسی و تکنولوژی در انگلستان هم مقام فلو دارن. آقای دکتر باعث افتخار جامعه کانادایی به خصوص جامعه ایرانیان کانادایی هستند و ما هم خوشحالیم که ایشون عضو افتخاری انجمن افریقایی هستند. آقای دکتر مریدی، خیلی متشکرم از معرفی که فرمودید. یکی سپاسگزارم از محبتتون. باعث سعادت و افتخار برای که لحظاتی در خدمت هموطنان عزیز ایرانی ساکن شهر بسیار زیبا و قشنگ ونکوور باشم در دنیا، در زیبایی بی نظیر. واقعا سعادتیست به هر حال امروز این افتخار من پیدا کردم که حتی از طریق اسکایپ بتونم با هموطنان عزیز گفتگوی داشته باشم. من فقط یه نکته اصلی رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم، بعدنم در خدمت همگی خواهم بود اگر سوالاتی باشه. در ارتباط با موضوع بسته شدن سفارت بخش ویزای سفارت کانادا در تهران، یکی از موضوعات بسیار مهمی است برای جامعه ایرانی در هر جای کانادا که هستن. در واقع تقریبا 3 هفته پیش از این بود که یا 4 هفته پیش از این بود که این مشکل به اصطلاح پیش اومد و طبیعتا همه ایرانیایی که در کانادا زندگی میکنن به نحوی مستقیم غیر مستقیم تحت به اصطلاح تاثیر این تصمیم دولت کانادا قرار میگیرن، چرا که بستگان ما، دوستان ما میخوان بیان کانادا ماها رو ببینن. خیلی از ماها نمیتونیم ایران بریم و بتونیم فامیلامون رو ببینیم. من بلافاصله بعد از اینکه از این خبر مطلع شدم به آقای جیسن کنی که وزیر مهاجرت فدرال هستن، بهشون یه نامه به اصطلاح محکمی نوشتم، فرستادم نامه رو بهشون و یکی دو روز بعدش دیدم ایشون زنگ زدن. تلفن با حدود نیم ساعت 40 دقیقه پای تلفن صحبت میکردی و همین مطالب رو هم به ایشون اشاره کردم. گفتم این مشکلی که به اصطلاح پیش اومده واقعا اشکالات زیادی رو برای جامعه ایرانی به وجود میاره. البته ایشون تا حد زیادی از مسائل مربوط به ویزا در ارتباط با جامعه ایرانی آشنا بودن، چون قبلا هم من بارها و بارها با ایشون در این مورد صحبت کرده بودم. اگر خاطرتون باشه قبل سال 2007 نرخ قبولی اپلیکیشن ها و درخواست ویزا در سفارت کانادا در تهران حدود 15% بود، یا به عبارت دیگه از 100 نفر فقط به 15-16 نفر ویزا میدادن، بقیه رو به عناوین مختلف رد میکردن. بعد از انتخابات سال 2007 من با آقای جیسن کنی مرتب در ارتباط بودم و مسائل رو با ایشون مطرح کردم که اینا ویزای توریستی ایرانیان رو رد میکنن به دلایل کاملا غیر موجه. مثلا به بعضی ها میگفتن که شما چون خارج از ایران نرفتیم بهتون ویزا نمیدیم، در حالی که گذرنامه طرف خود از مهر کشورهای اروپایی بود، چون بعضی رو من دیده بودم اینجا در تورنتو. یا به بعضی درست نقطه مقابلش گفته بودن که شما چون خارج نرفتیم ما به ویزا نمیدیم. از این ایرادات کاملا بی‌معنی و اینا هم همش مدرک داشت. چون یک فرمی، نامه فرمی تهیه کرده و سفارت، این نامه فرم همینطور تیک می‌زدن روی این بخش‌های مختلف می‌دادن دست مردم. آقای کنی خوشبختانه اقدام کرد در این مورد، گفت من 100% اقدام میکنم و اون موقع هم تازه به
وزارت اصطلاح مهاجرت ایشون منصوب شده بودن و حقیقتا هم اقدام کردن و نرخ قبولی ویزا رو بردن بالا. حتی در یکی از صحبت ها به من گفتن که من کارمندای سفارت رو به کل تغییر دادم، جابجا کردم که بتونیم یک تحول اساسی در تهران به وجود بیاریم و این کاری کردم. و منم اغلب میدیدم که ایرانی‌هایی که میبدن به خصوص تابستون یا فامیلاشون ببینن هر مراسم های مختلف در تورنتو، حتی بعضی میبدن پیش من میگفتن فلانی ما تا حالا دو بار سه بار برای پدر مادرمون درخواست ویزا کرده بودیم بهشون ویزا نمیدادن، ولی خب الان ویزا دادن و اومدن الان اینجا مثلا نشستم توی پارک یه جایی که میدونم هم میگرد. برجهت ایشون در جریانی مشکل ویزا ایرونیا بودن آقای کنی. وقتی مثلا من به ایشون مطرح کردم، گفتم شما سفارت رو که بخش ویزا رو که بستین در سفارت و اینو منتقل کردین به ترکیه، مشکل بزرگی که برای ایرونیا پیش خواهد اومد و پیش میاد این است که باید از تهران برن ترکیه و از شهرهای ایران برن ترکیه. و بهشون توضیح دادم، گفتم در ترکیه هم استانبول محل رو در استانبول قرار ندادن، در آنکارا قرار دادن. به این معنی که ایرونیا باید بیان همشون تهران، چون از جز تهران جای دیگه نمیتونن برن، باید بیان تهران، از تهران باید پرواز کنن به استانبول به سمت غرب، بعد از استانبول دوباره 800-900 کیلومتر بیان به سمت شرق تا برسن به آنکارا و اونجا دو سه روز بمونن مصاحبه بشن تا اگر ویزا بهشون دادن برگردن ایران دوباره از آن به اصطلاح پرواز کنن بیان کانادا. خود همین هزینه خیلی زیادی رو به وجود به اصطلاح متحمل میشن مردم. و دوم این که الان با توجه به وضع مالی در ایران و از بین رفتن در واقع یا نصف شدن ارزش پول ایران، مسافرت به ترکیه خودش یک هزینه بسیار بالایی رو به وجود میاره برای مردم که عملا خیلی ها واقعا براشون دیگه غیر ممکن میشه از نظر مالی که بتونن بیان کنند و بستگانشون رو ببینن. ایشون در جواب گفتن که نه، الان ما ترتیبی دادیم که فقط 98% به اصطلاح اونایی که درخواست ویزا میدن احتیاجی به مصاحبه ندارن، فقط 2% ممکنه ملزم بشن که برن برای مصاحبه. گفتم خب این خبر خیلی خوبیه، اگر مصاحبه تو کار نباشه از طریق مکاتبه این کار انجام بشه. بعد توضیح دادم که از طریق مکاتبه هم دو تا مشکل خیلی بزرگ هست برای ایرانی‌ها. یکی از این مشکلات پرداخت هزینه ویزا هست، برای اینکه هزینه ویزا رو قبلا ایرانی‌ها به ریال میدادن، میرفتن در یکی از بانک‌های ایران در یکی از شهرهایی که بودن میرفتن به ریال هزینه ویزا رو واریز میکردن به سفارت کانادا در تهران و اینو رسید رو تمیم مدارکش رو میکردن. حالا ازشون میخوان که هزینه ویزا رو به دلار کانادا یا به لیره ترک یه واریز بکنن و واریز کردن به اصطلاح پول از ایران به خارج از ایران از طریق سیستم بانکی ایران بسیار کار مشکل و تقریبا غیر ممکنیه. همین باعث میشه که کسی اصلا نتونه ویزا بگیره. ایشون از این نکته آگاه نبودن. بعد من نمیدونستم که به این سختی، گفتم آره این مشکل هست. و نکته بعدی که به ایشون اشاره کردم این بود، گفتم پس فرستادن گذرنامه از ایران به خارج از ایران اصول ممنوع در ایران، شما نمیتونید به عنوان ایرانی گذرنامه رو با پست بفرستید به یک کشور خارجی. پس اگر این هم ممکن باشه، گفتم در ایران کسی به پست ایران اطمینان نمیکنه و اگر بخوان از طریق کوریه گذرنامه‌شون رو بفرستن اون هم باز کار آسونی نیست. دومی که یک هزینه 150 یا 200 دلار باید بدن به کوریه که پاسپورتشون رو ببره و بیاره و عملا از نظر قانونی هم به نهایی مسائل به این مسئله به اصطلاح منع قانونی داره. ایشون این نکته رو نمی‌دونستن. بعد همونجا پرسیدن خب فلان راهش چیه؟ گفتم راهش خیلی آسونه. راهش این است که شما ترتیب بدین که ایرانی ها مثل گذشته هزینه ویزا را در ایران به ریال پرداخت بکنم به حساب سفارت کانادا در تهران در یکی از بانک‌های ایران و رسید اون را همراه با گذرنامه‌شون همراه با فرم درخواستشون اینها را بدم به سفارت کانادا در تهران. سفارت در تهران مدارک رو جمع بکنه و اینها را با کوریر دیپلماتیک بفرسته به آنکارا یا هر جایی که شما تعیین میکنید و اونجا پروسس بشه گذرنامه ها. بعد اینکه پروسس شد دوباره با پست کوریر دیپلماتیک به اصطلاح اینا رو برگردونن به تهران و مردم بدن در تهران گذرنامه هاش رو بگیرن. این راه خیلی ساده ای هست و در ذهن عملی است. به هر حال ایشون ظاهرا از این پیشنهاد خوش اومد و بعد ما گفت پس خودم یه چیزی رو نمیدونم برای من بفرست که من
بدم در مینیستری رو کار بکنم. من بلافاصله بخش ایمیلی فرستادم و این نکات رو به اصطلاح دوباره تکرار کردم تو نامه و امیدوارم که ایشون به اصطلاح تأکید بدم و این مشکل حل بشه. اتفاقا چند روز پیشم ایشون رو دیدم، هفته پیش روز شنبه یا یک شنبه بود در یک مراسمی و سوال کردم که ولی من دیدن رو گفتن آره و داریم روش کار میکنیم. حالا امیدوارم که توی این روزهای آینده دفتر ایشون وزارت امیگریشن بتونن در این مورد روش صدور ویزا برای ایرانی ها تجدید نظر بکنن که ما بتونیم عمل خوش رو به همه برسونیم. یه نکته دیگری هم باید عرض کنم خدمتتون و اون این بود که وقتی من موضوع رو باشون مطرح کردم، آقای کنی گفتن که تنها تهران نیست که ما بخش سفارت اکری کردیم، بخش سفارت رو در مالزی، در ژاپن، توکیو و آلمان برلین هم گفت ما بخش سفارت، بخش ویزا در سفارت تأکید کردیم و اینو منتقل کردیم به شهرهای دیگر، جاهای دیگر. در همون جا من بهشون اشاره کردم، گفتم ببین اگر در آلمان شما و در برلین بخش ویزا رو تأکید می‌کنیم به یه شهر دیگری، حتی به یه کشور دیگری این رو منتقل می‌کنیم، برای مردم اونچنان تأثیری نمی‌کنه، چرا که کارها همیشه از طریق پست انجام میشه در اروپا و خیلی سریع کسی جایی مراجعه نمی‌کنه اولا. ولی در ایران وضعیت اینچنین نیست، اون سیستم پستی و سیستم مثلا کوریر به اون شکلی که ما در اروپا داریم یا در کانادا داریم نه قابل اعتماد هست نه افیشنت هست، بنابراین یه سری مشکلاتی هست یا در ارتباط با انتقال پول به راحتی شما میتونید آلمان مثلا پول رو بفرستیم به حساب سفارت کانادا در پاریس خیلی ساده و راحت، در حالی که در ایران اون مشکلات ما داریم و به خصوص که الان پول ایران ارزشش در واقع به نصف کاهش پیدا کرده، از نظر مالی هم مشکلات خیلی زیادی برای مردم ایجاد که خیلی آشار از نظر مالی نتونن واقعا افراد بکنن که بتونن بیان بستگانشون رو ببینن. اضافه هم باز توضیح دادم بهشون که اینا که میخوان بیان کانادا اغلب شاید سدی 90شون میان فقط یا فرزندانشون ببینن یا نوه‌هاشون رو ببینن یا عروسی نوه‌هاشون، عروسی بچه‌هاشون. در بعضی موارد هم خب فیمرال هست، مسائل فوتو اینا هست که میان، بیشتر به این شکل در واقع در ارتباطات خانوادگی هست که ملزم میکنه ایدون یا مسافرت کنن بیان کنند. اون چنان نیست که بگیم میان اینجا بگردن توریست، اینا ممکنه یه تعدادی هم باشن ولی در اکثریت قریب به اتفاق مواقع در ارتباط با رفت آمدهای خانوادگی، دیدارهای خانوادگی هست و ما هم درست نیست که حرکتی رو انجام بدیم که خانواده های ایرانی نتونن همدیگر رو ببینن. اضافه کردم که در گذشته بعضی از ایرانی ها که نمیتونستن ویزا بگیرن بیان کانادا قبل از اینکه شما وزیر مهاجرت بشین، مثلا بعضی ها از اینجا میرفتن در ترکیه، فامیلاشون هم از اینجا میمدن ترکیه یه هفته در هتل موندن که من هم دیگه بتونم ببینم و این واقعا جای تأثیره و در ضمن خیلی هم سخته. چطور شما بعد از سالیان سال که پدر مادر یا فرزندان رو ندیدین، حالا این همه راه رو شما برید ترکیه و اونا هم از ایران بیان ترکیه، در یک هتل متحمل هزینه خیلی زیادی بشین و در هتل بخواین مثلا یه چند روزی رو با هم بگذرونین، تجربه دیگری بکنین، از انصاف دوره. به هر حال این خلاصه بود از صحبت‌های بنده با آقای جیسن کنی وزیر مهاجرت کانادا و همونطور که عرض کردم بعد این موضوع رو پیگیری خواهم بود تا امیدوارم که بتونیم به یک نتیجه برسیم. یعنی در حقیقت باید به آقای جیسن کنی حتما کسی بگه که این درست نیستش، که ما فقط مردم ایرانی در حقیقت یه جوری بیشتر ما رو پانیش میکنن تا کسایی که میگم حتی از افغانستان هم کار مشتری دارم، خیلی آسان‌تر میتونم ویزا بگیرم برای کسایی که در افغانستان هستن. این نکته که اشاره فرمودید کاملا نکته درستی هست و این رو اتفاقا عرض میکنم موقع من به آقای کنی گفتم، بهش گفتم این روش شما با رژیم رو در واقع پخش میکنید، بلکه کانادایی های ایرانی رو اصل رو پالیش میکنید و منصوبین اونها که در ایران هستن. اتفاقا برعکس گفتم شما اگر وضعیت ویزا رو درست بکنید، کانادایی های ایرانی هست از شما خیلی راضی خواهند بود، ممکنه این در انتخابات به نفع شما باشه، که البته میدونید من عضو حزب لیبرال هستم و ایشون عضو حزب کنسرواتیو هستند، ولی حتی برای اینکه به قول معروف یه مثالی هست در فارسی میگم معامله رو شیرین بکنیم، حتی این اشاره هم بهشون کرده.
ولی خب خوشبختانه از حق نباید گذشت. ایشون از وقتی که به عنوان وزیر مهاجرت تعیین شدن در این زمینه خیلی کمک کردن. من حقیقتا ازشون ممنونم، بارها گفتم اینجا. ولی در این مورد به خصوص هم باید پیگیری کنیم بلکه بتونیم مشکل رو که خیلی راحت میشه حل کرده در اصل. به خصوص ببخشین الان که قانون پناهندگی داره عوض میشه که خیلی آسان‌تر میشه برای کسی که واقعا پناهنده هستن و یه سیستمای الان همین فکر کنم آخر این ماه در حقیقت میاد که میتونن برای ویزای ویزیتوری راحت‌تر بگیرن. این یه چیزی که فکر کنم باید یادآوری بشه به آقای کنی، چون قانونای دیگه عوض شده دیگه، قانون ویزای ایران هم به خصوص بر عوض بشه که بتونه مردم بیان فامیلاشون رو ببینن. یکی از مشکلاتی که سفارت کانادا و وزارت مهاجرت کانادا در ایران داشت این بود که آیا سفارت میخواست، دولت کانادا میخواست دیپلمات بیشتری بفرسته به ایران و دولت ایران اجازه نمیداد که اینا کارمندای کانادایی، دیپلمات‌های کانادایی رو بفرستن تهران. نتیجه این شد که چون درخواست متقاضیان ویزا در ایران خیلی زیاد بودن، اینا مجبور شدن که کارمندای محلی، کارمندای ایرانی در واقع استخدام کنن برای سفارت کانادا. و خب کارمندای محلی هم طبیعتاً اون اختیارات و اون تبعهد کارمندای کانادایی رو طبیعتاً ندارن و نمیتونستن کارهای محاسبی رو انجام بدن. و یکی از دلایلی که به صدا صدور ویزا در تهران اینقدر طولانی میشد علتش همین کارمندای ایرانی بودن در سفارت. و یکی از این کارمندای ایرانی هم حتما شما نمیدونم این ایمیل ها رو چند ماه پیش شاید دیده باشید، رفتارش اونقدر ناشایست بوده با مراجعین، با کمال تأسف که یکی از این مراجعین یه ایمیلی نوشته بود که پخش میشد، این ایمیل همینطور میچرخید، یه نامه خیلی قشنگی بود که نوشته بود ای هموطن که در سفارت کار میکنه که اینقدر با مردم خوش میدی بعد بیدار میکنه میگی و این همه رفتار ناشایست میکنه. خلاصه خیلی از این جملات زیاد بود تو اون نامه و این ایمیل که به صورت فارسی بود تمام، این رو همینطور میچرخید، شاید دست شما هم نمیدونم رسیده یا نه، ولی این ایمیل دست من رسید. به من اصلا اینکه دست من رسید، من این ایمیل رو کپی کردم، فوروارد کردم به هر آقای جیسن کنی و به ایشون نوشتم که یکی از کارمندا در ایران در سفارت ما در تهران یه همچین رفتار ناشایستی داره که باعث شده یه کسی همچین نامه بنویسه و این ایمیل هم مرتب میچرخه. برای دومی یا سومین بار در واقع رسید دست من و ایشون هم خب فرصت بررسی کردن و بعدش به من از دفترش دیدم که ایمیل فرستادن که فلان ما اینو دید، ولی چون معلوم نبود اون شخص کی هست، در اون ایمیل هم اسم نبرده نشده بود، نمیتونستن اقدام مستقیمی بکنن. ولی این هم جای تأسف هست که حتی مثلا در سفارت کانادا در تهران که مجبور میشن کارمندای محلی از هموطنان خود ما استخدام بکنن برای سفارت که کار ما ایرونی ها را بندازن، خود اونها هم از اون موقعیتشون به اصطلاح سوء استفاده میکنن، حداقل در ارتباط با رفتاری که به صورت انسانی باید با مراجع کنندگان داشته باشن ندارن. بعضی ها معتقدن که در این کار، یعنی در واقع انتقال بخش ویزا به آنکارا، باعث تسریع صدور ویزا خواهد شد. از قرار در آنکارا حدود 20-25 نفر دیپلمات هستند در سفارت و اگر لازم باشه خب میتونن بیشتر بفرستن و امیدوارم که بعضی از دوستان ما که اینجا در کار به اصطلاح مهاجرت هستن به من اینطور گفتن فلان این کار اگر این معضلاتش به اصطلاح حل بشه در ارتباط با زمان صدور ویزا به نفع ایرانی ها خواهد. خواهر من توانست ویزای آمریکا رو بگیره برای 2 ماه مدت. متاسفانه از آمریکا، سفارت کانادا، سازمان‌هایی که مربوط به کانادا بودن اینقدر این خواهر من در اونجا معطل کردن که 2 ماه وقتش گذشت و نتونست بیاد کانادا. یه خانواده 5-6 نفری 10 نفری که اینجا داریم ملاقاتی داشته باشه. علتهای مختلفی بود، از جمله سفارت گفتید بایستی شما مترجم بگیرید، با وجودی که برادر شوهرش استاد دانشگاه سیراکیوز بود اونو به عنوان مترجم قبول نکردن، مترجمی خودشون معرفی کردن که اون مترجم گفت 10 روز دیگه من وقت دارم که بیام براتون کار کنم. و مشکلات دیگری که از این طریق در صورتی که دیگه ویزا از آمریکا به کانادا بایستی ساده تر باشه،
متاسفانه موفق نشدم. مشکلات من نمیدونم، این شما بهتر میدونید. فقط خواستم برگزارتون داشته باشم. خیلی تشکر میکنم از راهنمایی و همکاری شما. متشکرم از شما. خیلی ممنونم از سوالی که مطرح فرمودید. معمولا به این شکل است که ویزای به اصطلاح توریستی یا ویزای کوتاه مدت رو باید از کشور محل اقامت درخواست کنن. بنابراین یه مقداری مشکل میشه برای کسایی که میان خارج از ایران و ویز درخواست ویزا به کانادا میکنن، یه مقداری مشکل ایجاد میشه براشون. طبیعتا از شما فکر کنم شامل این به اصطلاح مقررات بودن. یه نکته که هست اینه که معمولا این کنسول‌ها که در سفارتخانه‌ها مثلا ویزا صادر می‌کنن اختیارات تام دارن و در بعضی موارد که قانع نمیشن ویزا رو رد می‌کنن، بعضی مواقع که قانع میشن که زود به شخص ویزا میدن. در بعضی موارد هم واقعا مقررات خاصی وجود نداره، در واقع کل حرکت مرتبط هست با اون تصمیم شخصی که پرونده ویزا رو بررسی می‌کنه. ولی کلن این به اصطلاح این اصول هست که هر کسی که درخواست ویزای توریستی میکنه باید از کشور محل اقامت خودش این کار بکنه تا از کشور سابس. جناب دکتر، سوالی داشتم از یکی از دوستان که از طریق ایمیل ارسال کرده بودن که سوال به طور خلاصه به این صورته که شما اطلاعی در این مورد داشته باشین یا نه، ولی آیا هیچ اعلامی از طرف سفارت مبنی بر این که متقاضیان نیروهای متخصص کبک که تنها منتظر مدیکال تست هستن تا چه زمانی باید منتظر باشن، هیچ اعلامیه بوده یا خیر؟ آیا چیز جدیدی هست در این مورد؟ من چیزی نشنیدم. متشکرم. شما نماینده افتخاری ونکوور هم هستید ها؟ در خدمتتونم. خیلی ممنون. امیدوارم که هموطنهای ونکوور هم بتونن یه نماینده بفرستن، هم برای پارلمان بی سی و هم برای پارلمان فدرال. آقای دکتر موریدی، خواستم این سوال من اینه که چرا بهانه عدم بودجه برای تعطیل کنسولگری رو پیش آوردن، یعنی کنسولگری کانادا در ایران رو، در حالی که سلاح‌های خیلی زیاد می‌خرن، پولای سنگینی برای هواپیماهای که لازم نداره کانادا میدن؟ البته من به من مربوطی نیست، ولی من به یه نفرم که چنین چیزی رو میگم، ولی یه کنسولگری بسته میشه و همه این مشکلاتی که همه خواهند داشت گریبان گیره ما میشه. و ببخشید این آخری، و در حقیقت رژیم ایران هم از همین کاری که کانادا کرده نهایت فیض خودش رو برای ایرانی ها نشون میده که حالا بفرمایید برید این برنامه در به در بشید تا یه ویزا بگیرید. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم آقای زنده، سوال خیلی خوبی را مطرح فرمودید. واقعا هم همینطوره. اینا دلیلی که عنوان کردن در واقع هم دلیل اقتصادی هست و اینا، و در ارتباط با بودجه کانادا اتفاقا همین سوال رو یکی از خبرنگارهای بی بی سی از من کرد. درست یادم هست روز یک شنبه بود که خبرنگار بی بی سی از لندن زنگ زد خونه ما صبح زود، ساعت 10 صبح اینطورا بود، گفت که فلانی و شما شنیدین که این سفارت رو چه بخش ویزای سفارت رو چه تعطیل کردیم در تهران. گفتم من هم چیزی نشنیدم. گفت آره امروز اعلام کردن، یه ساعت پیش اعلام کردن، اونا شنیده بودن. و بعد از یه ساعتی گفت میخوام باهات مصاحبه کنم، که با من مصاحبه کرد ساعت 12 ظهر اینطورا بود به وقت تورنتو، و همین سوال رو مطرح کرد. و اون موقع من بهشون گفتم در ارتباط با بودجه دولت کانادا، می‌دیدیم دولت فدرال ما بودجهش حدود 13 میلیارد دلار بودجهش است، و بستن سفارت بخش ویزا، تازه همه سفارت نه، بخش ویزا در تهران از نقطه نظر صرف جوی اقتصادی یا بخش ویزا در سفارت کانادا در ژاپن و در مالزی و در برلین، 3-4 جایی هم که این کار کردن، زیاد روش منطقی به نظر نمیاد که صرف جویی واقعا انگیزه اصلی بوده باشه.
ولی خب در اصل یا در ظاهر این چیزیست که عنوان کرده. آقای دکتر اگر یک دو دقیقه دیگه فرصت دارید پیرو فرمایش خودتون در مورد اینی که حالا ما بتونیم انشالله یه روزی از بریتیش کلمبیا هم نماینده‌ای در پارلمان استانی یا پارلمان فدرال داشته باشیم. پند و ارزن پند و نصیحتتون واسه ما چیه؟ تجربیات خودتون رو یه خورده واسه ما بگید در این زمینه. من کوچکتر از آنم که بتونم پند و اندرزی بدم. تجربیات رو عرض می‌کنم. فکر می‌کنم که بهتر، یعنی در واقع یکی از کارهایی که باید کرد این است که ایرانی‌ها بتونن متحد بشن، به خصوص در انجمن‌ها و سازمان‌های مختلفی که تشکیل میدن عضو بشن، فعالیت بکنن. همین کاری که الان خود شما در ونکوور انجام میدین، در واقع جامعه رو باید متشکل کرد. من مثالی خدمتتون عرض کنم، در تورنتو جامعه یونانی حدود شاید مثلا 150 هزار نفر بیشتر نیستن، تقریبا به اندازه ایرانی‌ها هستن کم و بیش. جامعه یونانی 240 تا سازمان و انجمن دارن، 240 سازمان و انجمن دارن. خب ایرانی ها ماشاءالله در تورنتو الان حتی که من میبینم اینجا شاید حدود مثلا 40-45 تا با هم سازمان انجمن و تشکیلات مختلف حرفه‌ای و اجتماعی داریم که خود این جای بسیار واقعا خوشحالیه. و در ونکوور خب همینطور که ما میبینیم اونجا هم باز ایرانی ها متشکل متحد شدن در انجمن ها و گروه های مختلف. این یه حرکتی است که باید انجام بشه و توسعه پیدا بکنه و همه بیان مشارکت بکنن. حرکت دوم این هست که در احزاب سیاسی باید ایرانی ها فعال بشن، هم با عضویت در احزاب و همین که بتونن به اصطلاح خودی نشون بدن در احزاب. تنها عضو خالی بودن خب اونم زیاد مؤثر نیست که فقط یک کسی عضو، چون عضویت احزاب هم با 10 دلار پرداخت عضویت شما میتونید به عنوان مثال عضو حزب لیبرال یا هر عضو حزب دیگری بشید، ولی بیشتر فعالیت بکنن. مثلا در موقع انتخابات بدن به کاندیداها کمک بکنن، یا در مواقعی که احزاب یا اون نماینده محل سکونت شما فاندریزینگ داره، مهمونی معمولا میرن سیاستمداران که بدن پول جمع کنن برای انتخاباتشون، تو اون فاندریزینگ ها ایرانی ها بلیت بخرن برن شرکت بکنن. معمولا بلیت ها حدود مثلا 100 دلار 150 دلار هست که 75% این پول هم از طریق مالیات برمیگرده به اون شخص. این اگر مثلا برنامه بلیتش باشه، هزینه خالصش عملا 25 دلار خواهد بود، مثل اینکه الان رفته توی رستوران شام خورده، اون بقیه 5 دلارش برمیگرده. ولی با همین شرکت کردن توی این برنامه ها، چه برنامه های فاندریزینگ، چه برنامه های دیگه مثل کمک به با عنوان والانتیر، کمک به نماینده ها، به کاندیداها، کم کم ایرانی ها در چیزهای سیاسی به اصطلاح دستی پیدا می کنن. و سیاست مداره هم وقتی می بینن که ایرانی ها اینقدر فعال هستن، هم از نظر مالی میان کمک میکنن و هم از نظر به اصطلاح فردی میان کار والانتیر، کار داوطلبانه انجام میدن، طبیعتا این رو میبینن و بعد فعالین اجتماعی جامعه کم کم به زبان عامیانه خودمون رو میان و از این طریق یواش یواش احزاب سیاسی هم میبینن که خب اگر یک کاندیدای ایرانی داشته باشن یا ها مثلا 200 نفر میان بهش کمک میکنن. به طور کلی اینجا در انتخابات در واقع دو سه چیز از عوامل خیلی مهم موفقیت هست. یکی از اینها خود کاندیدا هست که کاندیدا چه شخصی باشه، به قول کانادایی میگن که electable باشه یا نباشه. اون خودش خیلی مهمه که اون شخص تا چه حد به اصطلاح اون استحقاق و قابلیت ها رو داشته باشه. این نکته اولشه. نکته دوم این است که چقدر اون شخص بتونه کمک مالی جمع بکنه. چون اگر شما مثلا بهترین کاندیدا باشین ولی نتونید از مردم کمک مالی جمع بکنید، طبیعتا نمیتونید هزینه های انتخاباتی رو تامین بکنید. و طبق قوانین کانادا هم شما خودتون اگر میلیاردر باشین پول خودتون رو نمیتونید استفاده بکنید، باید هزینه انتخابات از مردم باید بگیرید. خب این هم عامل دومه. عامل سوم داوطلبین هستن. اگر شما واسه مردم بیان به شما کمک مالی بکنن، خودم بهترین کاندیدا باشین ولی اگر کسی نیاد داوطلب بشه که با شما کمک بکنه، باز نمیتونین شما موفق بشین. بنابراین این دوتا عامل به خصوص خیلی موثر هست که این احزاب سیاسی کانادا ببینن جامعه ایرانی ونکوور وقتی انتخابات هست یه مثلا 100 نفر میرن به فلان نماینده مجلس کمک میکنن، خب اونا وقتی میگه اگر یه ایرانی بیاد خب این 100 نفر میشن 200 نفر.
یا مثلا فاندریزینگ هست، یا خب مثلا 50 نفر ایرانی میرن بلیت میخرن در فلان فاندریزینگ شرکت میکنن. خب اینا میبینن، میرن اگر یه ایرانی کاندید بشه وقتی بعد غریبه 50 نفر میرن، برای ایرانی ها یا ممکنه 1000 نفر بیان. اینا عوامل به اصطلاح مهمش اینا هستن. من از تجربیات خودم در تورنتو خدمتتون عرض کنم، برنامه های فاندریزینگ که من ترتیب میدم 1000 نفر میان و واقعا دارم میگم 1000 نفر میان. حتی دو بار نخست وزیر به من گفته که فلانی در فاندریزینگ هیچ پالیتیشن نمیتونه شما رو بیت بکنه. منم گفتم که it's not me it's the Iranian community. این در واقع هنر من نیست، هنر جامعه ایرانی هست که جامعه ایرانی میاد. و بعد من در هر برنامه فاندریزینگ حدود 15 نفر سیاستمدارهای فدرال و پروینشیال هم دعوت میکنم میان که بیان ببینن که جامعه ایرانی چه توانایی هایی داره و واقعا هم خیلی همش رو تحت تاثیر قرار میگیرن. یا مثلا در موقع انتخابات این دفعه من حدود 350 نفر داوطلب داشتم در انتخابات 2011 که حدود شاید 280 نزدیک 300 نفرشون ایرانی ها بودن. خب این حرکت ما در تورنتو تونستیم به وجود بیاریم. در ونکوور هم قطعا هست. الان همین کاری که شما دارین انجام میدین کار بسیار مهمی هست، بسیار مفیده. همین باید ادامه بدین و به این امید که ما از ونکوور هم بتونیم نماینده داشته باشیم در پارلمان. با امید خدا. امیدواریم شما یکی از این تعطیلاتتون از پارلمان تشریف بیارید اینجا واسه ما یه چند تا ورکشاپ حضوری بذارین در این مورد. آقای دکتر، من اینجا از جانب خودم کانون همکاری اجتماعی ایرانیان کریکایسی به خودتون هم عضو افتخاریش هستید و به ما افتخار دادید و بخشی از جامعه ایرانیان کوکوتن و ونکوور از شما تشکر میکنم و امیدوارم که بتونیم هر چیز سر شما رو اینجا داشته باشیم. ممنون از همه توضیحاتتون و از همه تجربیاتی که با ما شیر کرد. ممنون. روزتون بخیر. خدا حافظ. خیلی متشکرم. قابل تشکر میکنم از شما و همه هموطنانی که اونجا داشت دارن. ممنون.